وقتی که ما قرآن کریم می خوانیم در سوره حجرات در آیه 12 هم خداوند جل جلاله در مورد غیبت کردن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. آمنو به معنی چی؟ ایمان آوردن. ای کسایی که ایمان آوردید، یعنی به ما مسلمان ها خطاب میکنه، اجتنبوا کثیرا من الظن، میگه که شما از گمان بد پرهیز بکنید. ظن یعنی ذات و نون، به معنی چی؟ از گمان بد. میگه اجتناب کنید از گمان بد، یعنی اولین گناهی را که خداوند جل جلاله در این آیات ما را ازش منع میکنه گمان بد است، که وقت ما در مقابل یک برادر مسلمان خود یا یک خواهر مسلمان خود بدگمان میشیم، یا به اصطلاح امروزی شک میکنیم، شکهای بیمورد میکنیم که میگیم مبادا تو یک انسان بد باشی. یعنی وقتی که شما به چشمتان میگه یک چیز را ندیدین، یعنی یک چیزی که برتان قطعی و ثابت نشده، در دلتان هیچ وقت گمان بد نکنید. در قدم اول در مورد ظن صحبت میکنم. این بعض الظن اثم، به خاطر که میگه بعض از گمانها گناه هست. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعد از اون گناه دیگه که هست چی هست؟ تجسسوا یا جاسوسی کردن، جستجو کردن. بعضی افراد هستن که بسیار زیاد میخواین که در زندگی شخصی یک نفر تجسس بکنن، میخواین از چیزایی که نباید با خبر باشن میخواین که خبر شن، میخواین بفهمن که مثلا بین زن و شوهر چه قسم یک رابطه وجود داره، چقدر با هم جنگ میکنن، چقدر با هم ناسازگار هستن. یا میخواین که مثلا پول درآمد یک نفر رو بفهمن که یک نفر چقدر پول درآمد داره. یک چیزای مسائل شخصی است، چیزایی است که نباید از ما از کسی دیگه سوال بکنیم، پرسان بکنیم که تو چقدر پول و پیسه داری، چقدر با خانمت خوش هستی، مثلا فرزندایت چه قسم با تو رابطه داره. یعنی این چیزایی است که مربوط به خود شخص میشه، و یک شخص دیگه که بخوای این گپا را تحقیق بکنه او چی است؟ تجسسو است. میگه ولا تجسسو، شما تجسس نکنین به زندگی شخصی یک نفر. و دیگه چی میگه؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، که مقاله امروزی ما یا موضوع امروزی ما امی است که میگه ولا یغتب. یغتب به معنی غیبت است، که میگه شما غیبت نکنین از یکی دیگه تان. ولا یغتب، غیبت نکنین،